درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر روان همه جانباختگان در راه ایران زمین، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح. من اسدالله نصر اسلامی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران را امروز خدمتتون تقدیم میکنم. من اینجا از فرصت استفاده میکنم و جشن شهریورگان که هر ماه در گذشته ما یه جشنی داشتیم خجسته باد خدمت بینندگان عرض می‌کنم. در برنامه امروز از جناب دکتر نصرت واحدی تقاضا کردم که تشریف بیارن در این برنامه و بیشتر در مورد مسائل ایران بحث بکنیم و گرفتاری‌هایی که مردم ایران دارن. البته چهره علمی و فلسفی ایشون برای همه بینندگان کاملا آشناست. ایشون همونطوری که بینندگان میدونن استاد دانشگاه بودن و هستن و تخصصشون هم در فیزیک و ریاضی و فلسفه است و بحثی که امروز ما خواهیم داشت در خدمتشون مسئله وضعیت مردم در داخل ایران و حکومت. جناب دکتر واحدی تشریف دارین در برنامه؟ درود بر شما جناب آقای دکتر نصر، حضورتون هستم و درود به همه هممیهنان عزیزم میفرستم. با عرض سپاسگزاری از اینکه دعوت بنده را اجابت فرمودید و در این برنامه شرکت کردین، همطوری که در ابتدا عرض کردم امروز بیشتر مطالبی که به گفتگو خواهیم داشت در مورد وضعیت مردم در داخل ایران، ولی اون چیزی که الان مهمه و مسئله روز در نظر مردم ایران هست این انتخاب کابینه جدید آقای روحانی. البته من در 4 سال پیش موقعی که ایشون می‌خواست انتخاب بشه ماهیت ایشون رو برای مردم ایران روشن کردم، ولی چون هم اون موقع و هم این بار در واقع ایشون محصول اون پروژه ایران هست که در آمریکا پایه‌گذاری شده، خانه‌هایشون انتخاب شد. حالا صرف نظر از اون نمایش انتخاباتی که درست کردن بین ایشون و آقای رئیسی، ولی خب می‌بینیم که الان ایشون انتخاب شده بدون توجه به اینکه وضع نابسامان مردم هر روز بدتر میشه در داخل و مردم واقعا به صورت انبوهی زیر خط فقر قرار میگیرن، که این خط فقری است که خود اینها گذاشتن. حالا با خط فقر واقعی که اصلا مسئله دیگری خواهد. این کابینه جدیدی که با این ترکیبی درست شده که اینا بیشترشون شهرت به نادرستی و جنایت دارن، به نظر من یه دهنکجی به ملت ایران بوده. چون جناب عالی در این زمینه بررسی فرمودید، میخواستم خواهش کنم که راجع به این کابینه جدید آقای روحانی بیان مطلب بفرمایید. بسیار سپاسگزارم. تشکیل کابینه همیشه در تمام دنیا منوط است به این که یک انتخاباتی صورت گرفته، یک عرض کنم که کسانی آمدند و از کابینه گذشته انتقاد کردند، انتقادات موجه کردند و یه عده دیگه هم آمدند و خود این کسانی که میخوان انتخاب بشوند آمدند برنامه کار آیندهشون رو ارائه دادند. در نتیجه مردم می آیند و یا از طریق احزاب یک کسی رو انتخاب می کنند که آینده ایران رو در اختیارش بذارن. اما این اتفاق صورت نگرفت، برای اینکه در انتخاباتی که اجرا شد برحال نه آقای روحانی آمدند و از کارهایی که کرده اند و اجرا شده صحبت کردند و نه راجع به کارهای آینده حرفی زدند، بلکه صحبت اینا همیشه بر این بود که شما چه کار کردید، شما دزدی کردید، شما پرونده دارید و غیره و غیره، و به هم دیگه در واقع یک نوع بی احترامی هم کردن. وقتی که آقای روحانی به آقای قالیباف میگوید که شما پرونده داری،
خب یه دولت موجه و مسئول بلافاصله باید این پرونده رو در اختیار دادگستری قرار بده و کسانی که در این پرونده مسئولیت‌هایی داشتن و خطا کردن مورد بازخواست قرار بگیرن. این کارشون نکرد. این خودی که جرمه بر اساس قانون اساسی خود حکومت جمهوری اسلامی، خودی که جرمه. حالا اشکال قضیه آقای روحانی تنها این نیست، اشکال قضیه آقای روحانی این است که برنامه برای آینده نداره. برنامه رو که یه نفر نمیتونه بنویسه، برنامه رو باید یه عده‌ای بنویسن بر اساس خواستهای ملت ایران. خواستهای ملت ایران مجبوره. در نتیجه ایشون یه گرفتاری اساسی پیدا کرده و این گرفتاری اساسیش این است که یه عده‌ای که در حین 4 سال گذشته و در دوران انتخابات خدماتی بهشون کردن، به اینا باید به گونه پاداش بده. این پاداش هم در حال حاضر این اهمیت داره، آمده است برای خودش 12 تا معاون تعیین کرد. خب آخه ببینی معاون برای چی؟ همچی چیزی سابقه نداشته که یه رئیس جمهور 12 تا معاون داشته باشه. خب این معنی داره، معنیش این است که ایشون توانایی انجام اداره مملکت رو نداره، مجبور یه عده رو جمع بکنه یا یه عده رو پاداش بده که باهاش همکاری بکنن، برای اینکه اونایی که در حال حاضر در صحنه هستن شاید نمیخوان باهاش همکاری بکنن. گرفتاری اساسی این است که چون برنامه نداره، شما نگاه بکنید، آمده یه دفعه سالهای ساله وزارت اقتصاد معاون اصلا نداشته، حالی که دفعه ایشون اومده یک کسی رو به عنوان معاون وزارت اقتصاد تعیین کرده، آقای نهاوندیان اسمش. خب این نهاوندیان کسیست که در دوران انتخابات به ایشون کمک کرده، حالا باید پاداش بگیره. پاداش هم این است که معاون وزارت خونه. ببینی اصلا یه چیزهای عجیب و غریبی تو دنیاست. وقتی وزیر اقتصاد هنوز معلوم نیست، شما چطور میایید یک معاون وزارت خونه رو تعیین میکنید؟ اصلا آدم ماته که به این طریق که مملکت نمیشه اداره کرد. برنامه کار باید شما داشته باشید. حالا علاوه بر این که اینا رو شما کنار بذارید، همونطور که فرمودید وضعیت اقتصادی مملکت بسیار خرابه. وضعیت اقتصادی خراب مملکت هم تنها در دوران آقای روحانی بد نشده، قبلا هم اینطوری بوده. چرا اینطوری بوده؟ من میخوام توجه عرض کنم که ایرانیان رو به یک مطلب اساسی جلب بکنم. در دورانها، در عرض کنم زمان آقای رفسنجانی، یک شخصی به عنوان مسعود نیلی، جوانی که از دانشگاه صنعتی عرض کنم که اصفهان فارغ التحصیل شده بود، رفته بود به دانشگاه انگلستان در منچستر، یک عرض کنم که دکترای اقتصاد گرفته بود. حالا این دکترای اقتصاد هم میگویند که ایشون دکترای اقتصاد متخصص در اقتصاد کلان. ایشون از زمان رفسنجانی تا به حال مداوم مسائل اقتصادی مملکت رو به گونه ای درش دخالت داشت. خب بنابراین اگر اوضاع و احوال مملکت از نظر اقتصادی خرابه، یکی از کسانی که مسئول اساسی این خرابی اقتصادی هست خود این آقاست. ایشون اومده این آقا رو کرده معاون وزارتخانه اقتصاد. خب ببینید، به جای اینکه بیایند و بگویند که من این برنامه اقتصادیم هست، کاری که دوره اول کرد، دوره اول جناب آقای روحانی در 42 صفحه برنامه کار خودش رو ارائه داد و این 42 صفحه رو در دوران انتخابات هیچ کس به چالش نکشید. یکی از بخش‌های عمده این 42 صفحه هم همین بود که ایشون میخواست اقتصاد مملکت رو درست بکنه و یک گسترش و رشد همه جانبه در مملکت به وجود داره. گسترش همه جانبه یعنی چی؟ شما اول بیاید یک کارای کوچک انجام بدید که معلوم بشه توانایی اون کارای کوچک رو دارید، بعد بیاید گسترش همه جانبه که بسیار بسیار مشکل هست برای یه مملکتی که اصلا توانایی به تولید نداره، این رو نمیتونید اجرا کنید و نکردن.
الان هم همین وضعیت دولت کنونی ایران هنوز معلوم نیست وزارتخونه هاش چیست، ولی معاونین وزارتخونه ها و معاونین خودشون معلوم هستن. برنامه اقتصادی مملکت، برنامه سیاسی اجتماعی مملکت رو کسی نمیشناسه. این وضعیت فاجعه آمیز یه دولتی است که نمیدونیم چیکار باید بکنه. من چند سوال دیگه دارم، ولی این سوال دوم که خیلی مهم هست و اصل قضیه است، بنده میخوام با اجازه جناب عالی قبل از اینکه بنده سوال مطرح کنم به سخنان یکی از نمایندگان مجلس، همین مجلس اسلامی توجه بفرمایید، که در موقعی که بودجه قوه قضاییه مطرح بوده ایشون اومده و اینطور عنوان کرده، ضمن مخالفت با افزایش بودجه قوه قضاییه، که البته اگر لازم بود نوارش کم هست میتونیم پخش کنیم، ولی چون فرصت کم هست من فقط به همین نکات اصلیش اکتفا میکنم. ایشون اونجا در جلسه مجلس شورای اسلامی رسما اعلام کرده که ما در ابتدای انقلاب 10,000 زندانی داشتیم و حالا به 220,000 رسیده و این بودجه رو که میخواهید بازم زندان بسازین، در حالی که این بچه ها مدرسه ندارن، در طویله و کپر دارن درس میخونن. در ابتدای انقلاب اعلام شد که میخواهید به جای زندان ها مدرسه و دانشگاه بسازین. چی شد؟ این بچه های زندانیان اول نون میخوان، آب میخوان، مدرسه میخوان، کفش میخوان، لباس میخوان و یه رفاه حداقل. البته صحبت ایشون خیلی مفصله و چند بارم رئیس مجلس جلوی صحبت چینو گره، ولی ایشون صحبتش بیان کرد که یه نظر تاریخی بسیار مهمه. حالا با توجه به این مقدمه، با توجه به اینکه جناب عالی با مسائل ایران و تماسایی که در داخل ایران دارید کاملا آگاه هستید، میخوام ببینم این وضعیت نارضایی که بین مردم وجود داره اصولا به طور کلی از یک دولتی دینی و به خصوص از این رژیم جمهوری اسلامی و این به خصوص این کابینه جدید، این نارضایی مردم رو چگونه ارزیابی میکنی جناب عالی؟ دولت های عرض کنم که ولایت فقیه که ما تا به حال داشتیم همیشه بر یک اصل استوار بوده کارشون، و اون دولت برای رضای خداوند کار میکنه. به محض اینکه شما میایید یه همچین حرفی رو میزنید و این دولتی که آمده است، دولت دینی که آمده است و هدفش رضایت خداوندگار هست و به این علت میگوید ما روحانیت فقط توانا هستیم که مردم رو چنان به زندگی مشغول بکنیم، زندگی که عبادت باشه، زندگی که تمامش به خاطر دنیای عرض کنم قیامت باشه، مسئولیتی اینها در برابر مردم حس نمی کنن، مسئولیت اینها فقط در برابر خداوند. در حالی که در همین دوران مشروطیت گذشته دولت به خاطر رضای مردم کار میکرد، رضایت مردم اهمیت داشت برای کشور، برای دولت. اینا مسئولیت حس نمی کنن، در نتیجه چون مسئولیت حس نمی کنن، چرا مسئولیت حس نمی کنن؟ برای اینکه کسی از اینا نمیتونه باز و خاص بکنه. شما نگاه بکنه، شما از دادگستری صحبت کردید، این دادگستری فقط برای مردمه، دادگستری برای روحانیت که نیست. اینا یه دادگاه های علاحدهی دارن، دادگاه های ویژه روحانیت، یعنی کارشون رو حسابی درست کردن، کسی به اینا نمیتونه هیچ گونه اعتراضی بکنه. اعتراضم اگه میخوان بکنن، مردم باید به خودشون اعتراض بکنن، مجبورشون میکنن که هر روز شبانه روز عبادت بکنن، ولی توجه ندارن که
فرهنگ ایران میگوید عبادت به جز خدمت خلق نیست و این روحانیتی که امروز آمده است و مردم رو به این گونه ستم بهشون روا می‌دارد و حاضر نیست این همه درآمدهای نفتی که برای جنگ، برای دزدی، برای چپاول ازش بهره برداری کرده یه گوشه کوچکیش رو هم برای مردم خرج بکنه. شما به خوبی گفتید مدارس ما، دانشگاه‌های ما در دوران مشروطیت همه مجانی بودن. این اولین قدمی که این حکومت برداشته، اولا همین آقای سروش اگه خاطرتون باشه 2 سال دانشگاه‌ها رو بست، مدارس رو تعطیل کرد، یک صدمه وحشتناکی به فرهنگ و دانش و پژوهش ایران زد. نتیجه این کار آقای عرض کنم که سروش این بود که 85% از معلمین و دانشگاهیان و استادان دانشگاه فرار کردن به خارج از کشور. خب بنابراین در حال حاضر مسئله ما نه تنها مسئله این هست که منابع مالی ما رو این حکومت چپاول میکنه، اینا از همون روز اول منابع معنوی ما رو به باد دادن. چرا؟ برای اینکه مردم باید تحمیر بشن. وقتی مردم تحمیر شدن، شما نگاه بفرمایید در این چند 38 سال 39 سال اخیر ما یه طبقه از مردم داریم به وجود اومده، طبقه متوسط، طبقه روشنفکر، نه همه فرار کردن به خارج. 5 میلیون 6 میلیون الان ایرانی در خارج از مملکت داره کار میکنه. اینا همه کسانی هستن که عرض کنم دانشگاه دیده، تحصیل کرده، در داخل مملکت بودن. ما اینا همین طوری مجانی در اختیار کشورهای خارجی گذاشتیم. ما چرا؟ برای اینکه نیازی این حکومت به تحصیل و دانش نداره. دانش و تحصیل در اختیار همین ولایت فقیه، در همین روحانیت هست و نتیجهش هم این شده است که شما الان ملاحظه میکنید این طبقه جدیدی که به وجود اومده محرومتر از محرومین جهانه. یعنی چی؟ من این کلمه رو میخوام برای شما تعریف بکنم. وقتی من بنده میگویم محرومتر از محرومین جهان، یعنی اینها حتی احوال و توانایی این رو ندارن که از حقوق خودشون هم دفاع کنن. حتی ها نمیتونن بیاین توی خیابون گدایی بکنن. اینا رو این حکومت به وجود آورده. ما 2 طبقه داریم. یه طبقه ای که نارضایتی کامل دارن، شما صدای اونا رو نمیشنوید. ولی یه طبقه دیگری هستن که هنوز توانا هستن که ایراد بگیرن، از خودشون دفاع بکنن، سر صدا میکنن. شما اون سر صداها رو میشنوید. شما توجه بفرمایید، من میخواهم یه مثال خیلی خوبی بهتون بزنم. این حکومت باید بدون تاریخ حدیثی که در کتابهای آسمانی هست، یکیش هم حدیث نمروده. نمرود آمد و گفت من میخواهم تا حد خدا به آسمان برم. این حکومت هم برای همین کار داریم. حکومت آمد در مرحله اول برای اینکه به مردم خدمت بکنه. الان خدمتش به مردم نیست، الان میخواهد خدا بشه. ادعای خدایی مثل نمرود داره، ولی نمیدونه که همین نمرود برج رو که میساخت، اون برج سقوط کرد. چرا سقوط کرد؟ برای اینکه مردمی که در اون روزگار زندگی میکردن چنان بیحال شدن، چنان محرومیت برشون به وجود اومد که اونها هم مثل امروز توانایی گفتن و شنیدن رو نداشتن. مردمی که گفتن و شنیدن نمیتونن بکنن، دیالوگ ندارن، این مردم در واقع محرومینی هستن که نتیجه این محرومیت رو بعدن همین حکومت احساس خواهد کرد. این کسانی که
توانایی دیالوگ، توانایی گفتگو با حکومت ندارن، پس فردا ازش تبعیت نمی کنن، خودش میمونه. و همین کسانی که مسلح دورش هستن و به گفته افلاطون همین مسلحینی بسیج و به نام به هر حال کسانی که پاسدار این انقلاب بودن، همینها روزگاری بلایی سر همین حکومت خواهند آورد مثل نمرود. حالا برمیگردیم به پرسش سوم که به گونه ای به این مطالبی که جناب فرمودید ارتباط داره. درسته که رژیم بر مبنای الهی بودن خودشو در برابر مردم پاسخگو نمیدونه، همونطور که فرمودید، ولی آیا تصور نمیفرمایید که این وضع اقتصادی واقعا ورشکسته رژیم و مجموعه نارضایی‌ها و این محرومین، محرومتر از محرومین دنیا، به ویژه مسائل بیکاری، فقر و از همه مهمتر، اون که از همه مهمتره کمتر بهش توجه میشه، نبودن هیچ گونه مدیریتیه در همه سطوح دولت. یعنی اصلا معلوم نیست که اونجا مملکت رو میچرخونه اونجا. بنابراین واقعا این رژیم از درون پوسیده است، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی که اشاره فرمودی راجع به از کنم که نابود کردن دانش. بنابراین از این رژیم یک کالبد توخالی بیشتر باقی نمونده. حالا میخوام جنابالی نظرتون راجع به این مسئله که این واقعا این مبنای الهی بودن چه اثرات نامناسبی در این پوساندن رژیم داشته. خب از یه نظرم خوبه که هر چیز زودتر این رژیم از بین بره، ولی همطور که بهتر از بنده واقف هستین، هر چه آدم این رژیم پوسیده باشه خود به خود سقوط نمی کنه، احتیاج به یه نیروی اعتراضی داره که مثل مردم نمرود بتونن بیارنشون پایین. آقای روحانی در مورد تشکیل کابینه گرفتاری داره و این گرفتاری ناشی از این هست که کسانی که دورش هستن و بودن از یک طرف تقاضاهایی از این دارن و از طرف دیگر یک گروه های دیگری به وجود آمدن که اون گروه ها خودشون خواهند به گونه بهره‌مند بشن در این چپاول. بنابراین ایشون مجبور هست که اینا رو به گونه به صورت کسانی که یک شغلی بهشون داده میشه یا به گونه به اینها یک امتیازاتی داده خواهد شد اینا رو ساکت بکنه. ولی ایشون هر کاری بکنه، هر چقدر افراد رو جمع بکنه به عنوان معاون، به عنوان وزیر، به عنوان عرض کنم متخصص، که یکیش هم همین آقای به هر حال مسعود نیلی هست که اقتصاد دون هست. من واقعا میخوام شعر چیز رو مولوی رو خدمتون ارائه بدم، گفت که صد بار اگر گره زنی رشته یکیست. شما هر کسی رو بیارید از این حکومتی که الهی هست، از این حکومتی که برای مردم کار نمیکنه و برای رضای خدا کار میکنه، هر چیز دیگه باقی نمیمونه، همینه، اینو کارش نمیتونیم بکنیم. نکته اساسی این است که این آقای عرض کنم که مسعود نیلی یک مطلبی رو در یک مقاله نوشته که به نظر من اهمیت داره و اون اهمیتش در مسئله عرض کنم حضورتون شرکت نفت ملی ایران. شرکت نفت ملی ایران با هزار گرفتاری و با هزار جنگ و دعوا به وجود آمد برای اینکه درآمدهای نفت همطور میگوییم مال ملت ایران باشه. ملی بودن این معنیش نبود که در اختیار دولت قرار بگیره. شرکت نفت خودش شرکت علاحدی خارج از دولت بود، غیر وابسته به دولت بود و بر این اساس هم درآمدهاش سوا در اختیار یه هیئت مدیره بود. دولت اگر در زمان دوران مشروطیت، دولت اگر از این عرض کنم که شرکت نفت
پول میگرفت قرض میکرد و باید این قرضا رو پرداخت میکرد. الان اونطوری که ایشون در مقاله خودش میده، تمام درآمدهای نفت و گاز در اختیار دولت قرار گرفته. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که شما ملاحظه میکنید، نتیجه این خود همین آقای مسعود نیلی در مقاله خودش مینویسه که هر ایران تمام زندگی مردم وابسته به قیمت نفت. اون روزایی که قیمت نفت بالا بود، خب دولت هم به اینا به مردم پولی میداد و زندگیشون مرفه بود. الان این قیمت افتاده پایین، این قیمت هر روز هم بیشتر پایین خواهد افتاد و دولت توانایی این رو نداره که رفاه مردم رو فراهم بکنه. اشکال اساسی این دولت این است که در حال حال تا به حال بیش از 2000 میلیارد دلار پول نفت و گاز دریافت کرده و از این برای به جای اینکه 2000 میلیارد دلار پول نفت رو بیاد سرمایه گذاری بکنه، تولید کار و تولید به طور کلی کالا در ایران بکنه، ایران رو تبدیل کرده به یه جامعه مصرفی. جامعه مصرفی رو برای خودش این کار کرده، برای اینکه تمام محصولاتی که از خارج به ایران وارد میشن بایستی بابتش دلار پرداخت بشه. پرداخت دلار که در بانک های خارجی هست الزاماً برای این حکومت ضروری هست. چرا؟ برای اینکه به این طریق می آید کالاهایی رو وارد میکنه و دلارها تبدیل این کالا رو تبدیل به پول ایرانی میکنه. اون چیزی که به جیب خودش و به جیب دیگران میره این است که تمام دلارهای نفتی همه در خارج خواهند موند به صورت حسابهایی که این وزارتخونه ها، این آقازاده ها، این روحانیت در داخل در اونجا حساب داره. اینها پولهایی هستن که مال ملت ایران هستن. به نظر من مردم باید از این دولت بخواهند تمام کسانی که در خارج از کشور پول دارن باید روشن بشه که این پول از کجا اومده. مردم باید این رو بخواهند، آقا این پول مال ماست، این ثروت که از نتیجه عرض کنم نفت و گاز ایران هست برای ملت ایران باید خرج بشه و دولت اون رو خرج میکنه به هر طریقی که دلش بخواد. نگاه کنید مقدار زیادی از این پول دلار نفتی تبدیل شده به صنایع نظامی، موشک سازی، تبدیل شده به همین اورانیوم غنی کردن، صنایعی که مفتم نمیارزه، همه اینها قدیمی شده بودن و خود اینها هم در اون قرارداد لوزان تضمین کردن که اینها رو دور بندازن. یعنی میلیاردها پول ایران رو که مال متعلق به ملت ایران بوده چپاول کردن. اینا باید بهم پاسخ بگویند آقا این پولا کجاست، به چه دلیل دولت آمده است برای ملت ایران به جای اینکه صنعت، به جای اینکه کشاورزی، به جای اینکه عرض کنم که صنایع جدید و تکنولوژی رو وارد ایران بکنه که مردم خودشون تولیدات مصارف خودشون رو تولید بکنن، آمده از یه چیزایی رو به وجود کرد خریده که پرده هم دور انداخته. این قرارداد لوزان ننگ برای ملت ایران و در واقع پوششی هست برای دزدی های کلانی که این آقایون، آقازاده ها، وزیر و وکیل این مملکت به خارج از مملکت بود. این واقعا عجیب غریبه. از همه مهمتر جناب آقای نصر اصفهانی، علت اساسی که ما در حال حاضر دیگه نمیتونیم این مملکت خودمون رو اداره بکنیم برای اینکه سرمایه گذاری از خارج در ایران نخواهد شد. هیچ کس حاضر نیست در ایران سرمایه گذاری بکنه. چرا؟ برای اینکه این کشور از نظر قانونی، از نظر امنیت امن نیست. فردا یک کسی میاد 10 میلیارد اونجا سرمایه گذاری میکنه، پس فردا همین آقایون 10 میلیاردشو بالا میکشه. این
بنابراین ما متاسفانه در حین این 38 سال چنان عقب افتادگی پیدا کردیم، چنان وضعمون خراب شده است که به حتی شما ملاحظه میکنید ما قادر نیستیم تو مملکت خودمون کره لازم نیست پنیر مربا تهیه بکنیم، نون تهیه بکنیم، ما همینا رو باید از خارج بخریم. این ننگ یه مملکتی است، ننگ یه دولتی است که 38 سال در این مملکت آمده کار کرده، توانا نبوده مملکت ایران رو خودکفا بکنه. این رو باید ملت ایران از این حکومت بخواهند پاسخ بده به چه دلیل مملکت ما در حال حاضر خودکفا نیست، به چه دلیل داروها رو باید با قیمت گزاف از خارج بخره و نفتش رو به این ارزونی به کشورهای خارجی بفروشه. این تفاوت، این عرض کنم که ارزش‌هایی رو که شما ملاحظه می‌کنید، ارزش‌های منابع زمینی بسیار پایین اومده و ارزش‌های منابع در حال صنعتی که فکر انسان در اشتغالات داشته به شدت بالا رفته. یعنی ما دانشمندان خودمون رو بیرون کردیم که این دانشمندان در خارج از کشور ایده هایی رو پیاده بکنن که ما صد برابر اون رو بیاییم از اونا بخریم. این یک خیانت. بسیار متشکر. عرض کنم که حالا چون وقت ما تمام هست جناب دکتر، من اون قسمتی که در سوال قبلی مطرح کردم دو مرتبه خدمتون عرض میکنم. خیلی خلاصه بفرمایید که حالا این رژیمی که در واقع از داخل پوسیده است، راه مقابله با این رژیم پوسیده چیه قربون؟ ببینید جناب دکتر نصر اصفهانی، این رژیم فکر میکنه تبلیغات زیادی رو با پول بسیار زیادی داره انجام میده که یه دیر به خارج بفرسه، جلوی اپوزیسیون خارج از کشور رو بگیره، در حالی که این توجه نداره اپوزیسیون این حکومت خودشه. این خودش هست که در نهادش ضد خودش رو به وجود آورده. بنابراین نمیتونه، این حکومت توانایی این رو نداره با هر قیمتی هم که الان شما نگاه برید، این قراردادی که با توتال بسته در واقع قراردادی است که چوب حراج مملکت رو زده، با این حال آمده از خودش رو داره میخواد تو مدت زمانی که در ایران بمونه میخواد بمونه طولانی تر بکنه. این تأثیری در هر حال نابودیش نخواهد داشت. اهمیت مسئله رو حکومت جمهوری اسلامی درک نکرده که وقتی شما حاضر نیستید، اجازه نمیدهید که مردم بیاین و در خیابان از اعتراض به وضعیت زندگی خودشون بکنن، وقتی شما حاضر نیستید که مردم بیاین حقوق شما، حقوق خودشون رو با اجتماعات، با اعتصابات، با راه پیمایی که در خیابون ها صورت میگیره به گوش همگان برسونن، نتیجه این خواهد بود که شما احزاب واقعی هم در مملکت نخواهید داشت و این احزاب واقعی وقتی در مملکت نباشن زیر بنای حکومت جمهوری اسلامی از بن خراب پوسیده هست. بنابراین راه حل اپوزیسیون تولید اعتراضات اجتماعی هست، تولید این هست که مردم رو راهنمایی بکنه، مردم رو در حال این روشنگری، این فرایند روشنگری در ایران هنوز صورت نگرفته. چرا صورت نگرفته؟ برای اینکه رادیوها، تلویزیونهای، رسانه‌های گروهی که در خارج از کشور دارن کار میکنن، اینا در این 38 سال این توانایی رو اینا نداشتن که در خارج و داخل مملکت ایجاد یک پروسه عرض کنم روشنگرایانه بکنن. نتیجه این نبود این پروسه روشنگری سبب این شده است که مردم خود به خود
بر اساس این پنجره هایی که به وسیله اینترنت به وجود اومده راهنمایی میشن و این اعتراضات خودشون رو از طریق اینترنت، از طریق فیسبوک، یوتیوب، اینها رو هرچه بیشتر توسعه خواهند داد. حکومت اسلامی جلو اینا رو نمیتونه بگیره، هر چقدر پول خرج بکنه نمیتونه بگیره. مردم به پا خواهند خواست، مردم قیام خواهند کرد و این قیام رو جلوی این قیام رو هیچ کس نمیتونه بگیره، برای اینکه محرومین جهان همیشه فائق بر حکومت‌های فاسد شده. بسیار متشکر، کاملا درست میفرمایید. بنده بسیار سپاسگزار هستم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم و از این اطلاعات جناب عالی استفاده بکنیم. خیلی ممنون، بنده خدمتتون بدرود عرض میکنم تا برنامه‌های بعدی. بسیار سپاسگزارم. درود بر شما و درود و سپاس به همه هممیهنان عزیزم. امیدوارم که موفق و کامیاب باشید. بسیار متشکرم. بینندگان عزیز، اگر نسبت به بیانات جناب آقای دکتر واحدی نظراتی دارین، مثبت، منفی و یا پیشنهادی دارین، لطفا به این تلفن های 650-619-76-23 832-277-7748 و یا به ایمیل شورای نجات ایران gmail.com و یا در کانال تلگرام telegram.me/2g لطف بفرمایید پیام بذارید، در اولین فرصت خدمتتون پاسخ داده خواهد شد. بحث بعدی بنده راجع به نظم نوین جهانیه و در این زمینه بنده یه هشداری میخوام خدمت ملت ایران عرض بکنم. همه آگاه هستن ولی لازمه که در این زمینه بیشتر توضیح داده بشه. البته من برای این که بتونم اصل مطلب رو بیان بکنم، راجع به این نظم نوین جهانی که در واقع یک برنامه است به خصوص در مورد خاورمیانه با اسم قشنگ نظم نوین جهانی، یا انگلیسیش هم قشنگ است، اومدن و در پوشش این نظم نوین جهانی میخوان در واقع خاورمیانه رو تکه پاره بکنن و در نهایت به تجزیه کشورها منتهی بشه. حالا در این زمینه من یکی راجع به نقش آمریکا و اسرائیل در این زمینه صحبت خواهم کرد و به خصوص این نکته با توجه به مطالبی که الان در خدمت جناب دکتر واحدی بحث کردیم، در واقع از دید جهان غرب این طور پیداست که تاریخ مصرف جمهوری اسلامی که خودشون خلق کردن بعد از داعش، این تاریخ مصرفشون به پایان رسید. ولی اون چیزی که الان برای ما مهمه و من در این زمینه میخوام بیشتر هشدار بدم، مسئله این آلترناتیو سازی است که به جای اینکه ملت ایران خودش تصمیم بگیره، دارن در خارج براش آلترناتیو درست میکنن. و البته در اینجا بنده مجبورم به این مثلث موساد، کیسینجر و کنگره آمریکا اشاره بکنم. آقای کیسینجر با اینکه یک سیاستمدار مثلا بازنشسته است، ولی نفوذ بسیار زیادی داره و در واقع این استراتژی آمریکا رو، این مثلثی که برای خاورمیانه و برای آمریکا تعیین میکنه، که این مثلث عبارتند از شخص کیسینجر و سازمان موساد و بعدم هواداران اسرائیل در آمریکا، حالا در کنگره و یا در بخش خصوصی و همه جا. آقای کیسینجر مدعی شده که اگر قلمرو داعش به دست نیروهای سپاه پاسداران ایران یا گروه‌های شیعه تحت حمایت و آموزش سپاه پاسداران قرار بگیره، نتیجهش میتونه یک کمربند منطقی از تهران تا بیروت باشه که در نهایت ظهور امپراتوری ایران خواهد. این عبارتی که ایشون داره عنوان میکنه و عنوان امپراتوری ایران، امپراتوری شیعه ایران، این یعنی پایه‌گذاری برای یک نبردی در خاورمیانه.
آقای یوسی کوهن رئیس موساد عنوان میکنه که ایران جای داعش رو داره در سوریه پر میکنه اگر ما مراقب نباشیم. آقای نخست وزیر اسرائیل هم که از همه بسیار بی‌پرده تر صحبت کرده و میگه من رأساً با این توافقی که ترامپ و پوتین کردن در مورد آتش بس در سوریه مخالفم، برای اینکه این باعث میشه که جمهوری اسلامی در سوریه برای مدتی عرض کنم که مستقر بشه. در هر صورت یکی از دلایل این سفر فوری این هیئت اسرائیلی که من عرض میکنم این در واقع گوشمالی دادن به آمریکا و برهم زدن این توافق. عرض کنم که این جور اظهار نظرها که بسیار هم اثرگذاره مسئله خاورمیانه رو توجه بفرمایید بینندگان عزیز، هموطنان، جوانان، اینا میخوان مسئله خاورمیانه رو که یک پدیده سیاسی زود گذره و بعد میشه با مذاکره و بعد در راه دیپلماسی حل کرد، تبدیل به یک دشمنی ریشه‌دار پایدار بین شیعه و سنی بکنن که این منجر به یک جنگ منطقه‌ای است که مورد درخواست آمریکا و بعدم منطبه اون اسرائیل خواهد بود و در راستای نظم نوین جهانی و به قول خودشون بالکانیزه کردن کشورهای منطقه است و در نتیجه موقتاً بازار وسیع برای فروش سلاح‌ها و بازپسگیری دلارهای نفتی خواهند شد. عرض کنم که من برمیگردم به اون قسمت مربوط به هشدار سیاسی. بینندگان عزیز، جوانان ایران، که شما در واقع امید ملت ایران هستین، به امید آمریکا و چلپی‌هایی که اینها در چند خوابوندن نباشه، باید خود ملت ایران تصمیم گیری بکنه. ملاحظه کنید اینجا در یک مصاحبه شرم‌آوری در صدای آمریکا در ششم همین ماه، ششم آگوست، یک مصاحبه انجام شد که آقای تیمرمن مأمور سازمان CIA، آقای دانیل دیویس سرهنگ بازنشستگی آمریکایی و آقای منشا امیر از اسرائیل شرکت کردند. برای چی؟ برای اظهار نظر در مورد استقلال کردستان، که البته هر سه نفر داد سخن دادن که این استقلال کردستان برای آمریکا و اسرائیل بسیار مفید. حالا آقای منشا امیر که معلوم چه صیغه است در اینجا شرکت کرده، رسما اعلام کرد در اون مصاحبه که اسرائیل موافقه با تجزیه ایران و پیشنهاد کرد یک حکومت فدرال جمعی کردها، یعنی کردهای عراق، کردهای ترکیه، ترکیه سوریه و ترکای ایران، یه حکومت فدرال تشکیل بدن. یعنی عملاً با اینکه قسمتی از خاک ایران جدا بشه و در داخل اون فدراتیو قرار بگیره، یعنی بخشی که بتواند منجر به تجزیه ایران بشه. یک نمونه اگر در ایران انجام شد، همون کردستان اگر از ایران جدا شد و رفت در داخل فدراتیو، دیگه بقیه مملکت هم احتمال داره که اون موقع در پی اون از ایران جدا بشه. بعد این آقای منشا امیر در وقتی که صحبت میشد در این برنامه‌ای که ما داشتیم صحبت کردیم راجع به همین که اینا طرفدار تجزیه هستن، به کلی منکر این حرف شدن و حالا اینا مأمورشون که عبارت داشت از مسعود بارزانی در اونجا، که واقعا این مسعود بارزانی از سوی کردهای میهن پرست ایرانی اصلا مورد اعتماد نیست و حتی مطروده، ولی این شخص داره با کمک اسرائیل و کمک مالی و امنیتی داره کارش انجام میده. دنباله اون مسئله آلترناتیو سازی، اخیراً یه هیئتی از سناتورها، افکنم که جان کورنین، روی بلانت و تام تیبلیس رفتن در آلبانی و با مریم رجوی صحبت کردن و این آقای روبلان سناتور میسوریه، جان کورنین هم سناتور تگزاس و آقای تام تیبلیس هم از کنه که سناتور
عرض کنم که در از کارینای شماری. اینها بعد از ملاقاتشون در بیانیه که سازمان فرقه رجوی منتشر کرد گفتش که نوشته در راه‌حل‌های پایان دادن بحران منطقه و تغییر دموکراتیک در ایران در واقع مورد توجه قرار گرفت و در زمینه قرار است کارهای انجام دهد. بهانه همه اینها یک کلمات دروغ بزرگ عبارت از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و در این زمینه در این بیانیه برای این سه موضوع آرزوی موفقیت کرد. ملت بزرگ ایران، جوانان، شما که در هر صورت کسانی هستین که این رژیم رو سرنگون خواهید کرد، توجه داشته باشین که با توجه به سیاستی که آمریکا در پیش گرفته و به ظاهر داره این فرقه رجوی رو به عنوان یه آلترناتیو میخواد به ملت ایران غالب کنه و یا افراد دوم سومی که چلپی های در آب نمک خونده شده هستند اینها رو به ایران تحویل بکنه، بنابراین با توجه به اینکه این رژیم پوسیده واقعا به این هارت پورت ها و تبلیغاتشون نگاه نکنی، این رژیم از داخل پوسیده و با یک کلنگوری ساقط خواهد شد ولی خود به خود نخواهد شد. این مستلزم این است که ما ملت ایران به این کار مبادرت بکنیم. بنابراین دو تا راه کار ما بیشتر نداریم، یا همونطور که عده‌ای هستن بهبه و چرچر میکنن، نامه مینویسن، امید به آمریکا دارن و بعدم پذیرش به طور ضمنی آلترناتیو تحمیلی که نتیجهش این خواهد بود، چون اینا پایگاهی در داخل ایران ندارن، این فرقه رجوی و امثال اون، نتیجه جنگ داخلی و تجزیه ایران. راه حل دوم در مقابل بر اینکه ما به اونجا نرسیم و این تحمیل نکنن، راهش این است که ما خود ملت ایران به پا بخیزه و با جنبش‌های اعتراضی که الان صحبت کرد آقای دکتر واحدی، با این جنبش‌های اعتراضی بتوانیم یک شبکه‌ای درست بکنیم و واقعا این حکومت به وسیله خود ملت ساقط بشه و خود ملت بعد از سرنگونی از کنم که زمام امور رو در دست بگیره. بنابراین مستلزم این است که از هم اکنون در داخل ایران به گونه جنبش های اعتراضی بدون اینکه رنگ سیاسی داشته باشه بیشتر جنبه صنفی داشته باشه و اون مسائلی که روزمره لمس میشه برای مثلا نان، آب به خصوص، بعد بیکاری، اشتغال، نگرفتن حقوق کارگران در چند ماه متعدد و همین قبیل مسائلی که قابل دمسه و به هیچ وجه هم بهانه سیاسی دست دولت نمیتونه بده، میتوانن بیان در خیابان ها و از این اعتراضات رو بکنن برای انجام اون قیافه سراسر. بنابراین به امید این که از خارج، حالا منهای آمریکا که میخواد یه آلترناتیو تامین بکنه، از خارج از اپوزیسیون این که توقع داشته باشیم یا در داخل و در اونجا منابع مالی پخش بکنه، این یک کار غیر عملیه. بنابراین فقط و فقط باید متکی به خودتون باشین ملت ایران. ما هم در خارج در خدمتتون هستیم، میتونیم صدای شما در خارج باشیم در محافل مختلف بین‌المللی، ولی کار اساسی و وسیله شما خواهد. برای این کار مستلزم این است که چون رژیم همه چی رو تحت کنترل داره، این است که بدون سر صدا، بدون اعلام مسئله بین خودتون، هم داره که بنده بارها تقاضا کردم، شبکه های همدلی به وجود بیارین به صورت نامحسوس. این شبکه ها باید به وجود بیان بدون که تظاهری به این کار بشه. البته ممکنه در هر نقطه یکی، دو تا، ده تا، صد تا و هر کدوم از شبکه ها زیر شبکه داشته باشن و بعد در موقع لزوم با پیوند دادن این شبکه های همدلی دو نفری، سه نفری، البته نه بیشتر، برای اینکه احتمال لو رفتن شبکه وجود داره، بتوانن این شبکه ها در داخل با هم پیوستن تبدیل به نیروی عظیم اعتراضی ملت ایران بشن و بتونن
قیام سراسری رو به وجود بیارم و حکم ثابت کنم. چون وقت من تمام هست، از بینندگان استدعا دارم همونطوری که قبلا عرض کردم، اگر نسبت به این عرایض بنده و یا بیانات قبلی آقای واحدی نظری پیشنهاد دارین، به این تلفن 650-619-7623 و یا اون ایمیل ما و یا آدرس تلگرام لطف بفرمایید پیام بذارین، در اولین فرصت خدمتتون پاسخ داده خواهد شد. بسیار سپاسگزار. چون من خدمت بینندگان عزیز بدرود عرض میکنم. پاینده ایران جاوید، ملت بزرگی. شانم چون تیر آتشین، ما میخواهیم آزادی. جهد ما بسا میدهد به ما ندید، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی. از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمیهراسیم، از چکا چاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزی. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشایی، ما یاد جان